الله الرحمن الرحيم. قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. إنها در مناسبة قصه حضرت نوح. قال در اول این آیات مراد ازش حضرت نوح. حضرت نوح شکایت به خدا کرد از دست قومش، گفت خدایا مضمون این آیات، من با هر زبانی و لسانی و اسلوبی و کیفیتی با اینا صحبت کردم فایده نکرد، علنی باهاشون صحبت کردم فایده نکرد، سری باهاشون صحبت کردم فایده نکرد، روز باهاشون صحبت کردم فایده نکرد، شب باهاشون صحبت کردم فایده نکرد. تو مجتمعاتشون گاهی وقتا انسان در یه مجتمعی صحبت میکنه، گاهی از اوقات انسان یه نفر دو نفر را در خلوت میکشه و باهاشون صحبت میکنه، گاهی وقتا روز روشن میره که اینها خوابشون نمیاد، از خواب بیدار شدن، مشغول کسب و کار هستن، صحبت میکنن. گاهی وقتا شب وقت استراحتشون که حالا راحتم کرده، دیگه کاری نداره، بازاری شغلی نداره، میگه شاید در وقت راحت باهش صحبت فایده کنه. حضرت نوح به خدا گفت من همه اینجور صحبت‌ها رو با اینا کردم اما فایده نکرد. نه اینکه فایده نکرد، تنها جعلوا اصابعهم فی آذانهم. حضرت نوح وقتی صحبت میکرد آدما انگشتاشون رو تو گوشاشون میگذاشتن، میگفتن اصلا حرفشون نشد. جعلوا اصابعهم فی آذانهم. از این بالاتر و استغشوا ثيابهم. بعد حضرت نوح میرفت در یه مجتمعی صحبت بکنه، اینا عباهاشون رو صورتشون میکشیدن، میگفتن اصلا ما نمیخوایم این صورت شوم را ببینیم. و استغشوا ثيابهم یعنی لباساشون را، عباشون را، پیرهنشون را که پوشیده بودن رو چشمشون میکشیدن و چشمهاشون را از من اینجوری پنهان میکردن که صورت این آدمه را نبینن، حرف این آدمه را هم نشنن. وقت چند سال حضرت نوح دعوت کرد؟ همون که تو قرآن داره و قرآن اصدق القائلین، فلبت فیهم الف سنتن الا خمسین عاما، هزار سال الا پنجاه سال. خیلی عجیبه واقعش، هزار سال الا پنجاه سال، یعنی 950 سال. 950 سال آدم بخواد حساب عمرهای ما را بکنه 19 جیل، چون این که هر 50 سال یه جیل یه نسله، وقت 950 تا یعنی 19 نسل این صحبت میکرده با ملت و بهش ایمان نمیورد. آخرش هم که شکایت به خدا کرد و به اصطلاح از خدا طلب امداد غیبی کرد، اینجوری با خدا صحبت کرد، گفت خدا اینا اینجوریه، هیچ باهاشون فایده نداره. پدرها وقتی میخواستن بمیرن، یکی از وصیتهایی که به بچه هاشون میکردن، میمدن حضرت نوح نشونش میدادن، میگفتن این دیوانه است ها، یه روزی نکنه یه حرفی بزنه تو گوش اصلا دیدی، حالا حق و باطل هیچی، گوش ندید، یه روز یه وقتی چشمت بهش نیفته ها که چشمت نجس میشه، نگاهشم نکن. وقتی یه روز مگر، دو روز مگر، ده روز مگر، ده سال مگر، 20 سال مگر، 100 سال مگر، 950 سال. انشاءالله بعد که رفتید منزل یه قدری ربع ساعت فکر 950 سال دعوت و تبلیغات بکنید،
آدم واقعش از فکرش اصلا وحشت زده میشه و قلبش میگیره. آخرش هم باشون منتج نشد، آخرش خدا میفرماد و ما آمن معه الا قلیل، یه جماعت کمی بهش ایمان آورد. این سوره نوح به ما این تو سوره نوح یه سوره هست در قرآن، اواخر قرآن، به نام سوره نوح. این آیات تو اونجا در قصه حضرت نوح. این سوره نوح یا آیات نوح یا قصص نوح به ما چی یاد میده؟ یاد میده باید شما اگر عمرتونم 950 ساله فایده نمی کنه تبلیغات بکنید. صحبت سر یه روز و دو روز و یه سال و دو سال و اینا نیست. یه طلبه هایی یا یه رفقایی یا یه دانشجوهایی انسان بهش میگه چرا نمیری تبلیغات نمی کنی؟ میگه آقا مسخرم میکنه. مسخره بکن. مسخره که جزء موضوع نیست. بس مسخره. میگه آقا معلوم میشه که من شکست خوردم مقابله. این معلوم بشه. شما راهتون همینه دیگه. راه همینه. خدا در قرآن دو تا آیه فرموده حول انبیاء. هر دوش آیات عجیبه. یا آیه یا حسرتن علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. چقدر جای تحسر است بر بندگان که هر پیغمبری فرستادی، هر، یعنی یه دونه پیغمبر استثنا نیست از این، از آدم گرفته تا پیغمبر اسلام همه. ما یأتیهم من رسول، ما و الا در نظرتون باشه در ادبیات میگن افاده حصر میکنه. هیچ پیغمبری را ما نفرستادیم به اینها مگر مسخرش میکردن مردم. اونم پیغمبر منطق صحیح، واقع، خوش اخلاق، بلد اسلوب، همه چیز مسخره میشود. یا حسرتا علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانو بهی یستهزئون. مسخرش میشود. یه آیه دیگه خدا باز میفرماد و همت کل امت برسولهم لیأخذوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. سه تا کلام تو این آیه گفته خدا. یکی میگه هر پیغمبری را ما فرستادیم مردم خواستن بکشنش، یکی ازشان کشتن دیگه. حالا ما تقتلون انبیاء الله من قبل، بعد پیغمبران هم کشتن دیگه. و همت کل امت برسولهم لیأخذوه، هر امتی همت کردن که پیغمبرشون رو بگیرن و بکشن. یا خودو یعنی چی؟ یعنی بکشنش دیگه. و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق، و جدال کردن به باطل واسه که حق را از بین ببرن. جدال باطل، شما توقع دارید همه مردم همچی که حق دیدن قبول بکنن؟ خدا میگه جدال اینا میکردن، دروغ، خودش هم میدونست دروغه. و جادلوا بالباطل لیدحضوا به الحق و اتخذوا آیاتی و ما انذروا هزوا. آیات من و انذارهای مرا مسخره میکردن، مسخره میگرفتن به باد مسخره. پس اینا یه قصه هایی شده و به قول ادبای عرب مدروسه و راههایی رفته شده. اینم علائم طریقشه، علائم راهشه. از اینجا میخواد برید تهران علائمش فلان چیزه، میخواد برید کاشان علائمش فلان چیزه، این راه علائمش هم مسخره میکنن. آدم در زحمت میفته، گرما و سرما میخوره، مشکل پیدا میکنه، آقا من میشکنم جلوی مردم، اهانتم میکنن، اینا همش توشه. هر کی هم میخواد راه دیگه هست، دو راه هست دیگه. و هدیناه النجدین، خدا میگه دو تا راه واضح هست. نجد یعنی راه واضح، راه حق واضح، راه باطل واضح، هر دوش پیدا. هر آدمی که نمیخواد این نجد و راه را، اون راه مقابل میشه. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا. پس موضوع، موضوع اذیت و شکنجه و مسخره و زندان و کشتن و شکست خوردن نیست، راه همینه. و همین راه هم ناجح شد. یعنی حضرت نوح 7000 سال قبل بنابر اقل تواریخ، من احتمال میدم حضرت نوح 50 میلیون سال قبل باشه. یعنی یه شواهدی هم دارم که حضرت نوح خیلی قدیمه.
چون عمر آدم چقدره، ناسخ التواریخ گفته 7000 سال از آدم، اما اشتباه کرده، دلیلی نداره. اون چیزی که حتی حفریات برش دلالت کرده آدم 70 میلیون سال قبلی پیدا شده. 70 میلیون سال قبل. حالا خدا یه جای کوچیکی داره مثل قد خونه ما مثلا 50 متر در 20 متره، یه دنیای طویل و عریضی است که نه اولش پیداست نه آخرش پیداست. حضرت آدم چند سال قبل بوده؟ شاید 1000 میلیون سال قبل بوده، چی میدونیم اینه. حضرت نوح چقدر سال قبل بوده؟ شاید 70 میلیون سال قبل بوده. اقل تواریخ میگه 7000 سال قبل. حالا 7000 سال، 7000 سال قبل حضرت نوح نورش را تا امروز رسونده. همین دیگه، آدم نورش که نمیرسه دیگه. یعنی شما بخواهید نورتون برسه به این نیست که آدم گوشه خونش بشینه یه دونه منبر عادی بره، یا از یه مسخره بترسه، یا از شکنجه و حبس و زندان بترسه. به اینا نیست. اگر بخواهید نورتون برسه همه اینها درش هست. وقت در روز قیامت هم خدا میفرماد یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم، همون دست هایی که با قلم ها نوشتن دست هاشون نور میده، همون زبان هایی که باهاش صحبت کردن و صورت های شکنجه دیده همون ها نور میزنه. یسعى، اونم خدا میگه یسعى، یعنی همینجور نورش امتداد پیدا میکنه، یعنی میره جلو همینجور. یعنی اولی که شما وارد محشر میشید نورتون 1 کیلومتره، 2 کیلومتر میشه، 3 کیلو میشه، 4 کیلو میشه، 10 کیلو میشه، 50 کیلو میشه، 100 کیلو میشه، همینجور میره جلو. یسعى یعنی میره، اونم با تندی. یسعى نورهم بین ایدیهم و به ایمانهم. ایمان چه خصوصیت داره؟ دستا مال قلمه دیگه. با دست راست آدم غالبا کار میکنه، اینا نور میزنه. قصه حضرت نوح مهمترین قصه است که به آدم آموزندگی تبلیغات ده. توی تفسیر یه وقتی می دیدم قبل از شاید 20 سال کمتر زیادتر که حضرت نوح وقتی اومد تبلیغات کنه تو مجامع عامه، یه مش الوات و صدام حسین وار می گرفتنش، اینقدر چکش می زدن تو از گوشاش خون می اومد. شما حساب اینه بکن، یه کسی چک بزنن تو از گوشش خون بیاد و بیهوش می شود. وقت میبردنش خونه، حالا یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه ناخوش بود دیگه، گوش آدم خون بیاد و غش بکنه از کتک، چقدر وقت لازم داره تا خوب بشه؟ باز اینا سر کار راه این. یه آدمایی هم که خیال میکنن راه این نیست، همون آدمایی هستن که ناجح نمیشن. قال رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا فلم یجدهم دعائی الا فرارا. شباروز دعوت میکردن، شبانه روز هم فرار کردن، همین فرارم بیشتر میکردن. و اینی کلما دعوتهم لتغفر لهم، هرچی من دعوتشون کردم که تو بیامرزی اینها را، جعلوا اصابعهم فی آذانهم، انگوشتاشون تو گوشاشون میگذاشتن و استغشوا ثیابهم، پیرهناشون رو صورتاشون میکشیدن که من نبینن و افروا و استکبروا استکبارا، اصرار بر کفر میکردن، کبریا میکردن، مستکبرین بودن. به معنی دعوتهم جهارا، جهارا روز دعوتشون کردم، شب دعوتشون کردم. به معنی اعلنت لهم و اسررت لهم اصرارا، با اعلان دعوتشون کردم، با سر دعوتشون کردم، هر چی گفتم باید اون فایده میکرد. خدا هم گفت حالا بعد از 950 ساله دیگه حرف منطقیه، حالا من عذاب نازل میکنم. 950 سال کار موندنی، کار استقامت می‌خواد، کار تحمل می‌خواد، کار صبر می‌خواد، شکیبایی می‌خواد. تو آدم پیش می‌خواد. ما باید بدونیم راه چیست، چه چیست. دولت استعمارها باید از بین برن، در جاشون یک حکومت واحده اسلامیه 1000 میلیونی جاش بیاد. مشکلات داره دوست، مشکلات، حتی مشکلات حضرت نوح. انبیا، صلحا، صدیقین، یکی از اول سماتشون پافشاری شدید، یعنی سمود داشتن، میموندن، هرچی میشد میموندن. خود پیغمبر اسلام قصه شما تون میدونید، قصه شیعه برد. یه وقتی مشرکین ضد پیغمبر قیام کردن،
اصحاب پیغمبر بنا کردن شکنجه دادن و کشت. پیغمبر اینا رو فرستادن، فرار کردن، رفتن خبر. بعد بناشون شد که خود دستگاه پیغمبر رو از بین ببرن. ابو طالب و بنی هاشم و هر کی با پیغمبر کمک کار بود یه اعلان کرد، شاید هم سر صمود، اعلان این که کسی از اینها دختر نگیره، کسی به اینها دختر نده، کسی به اینها سلام نکنه، کسی جواب اینها را نده، کسی در مجلس با اینها نشینه. اگر یک وقتی پیغمبر یا ابو طالب یا حمزه یا علی ابن ابی طالب یا هر کدوم اینا تو مجلس پیدا بشن، همه پاشن برن، هر کی هم دستش رسید خون اینا هدا. یه همچه علن مقاطعی کردن با پیغمبر، گفتن با اینا اینجور مقاطعه باید. پیغمبر هم برداشتن، ابو طالب و پیغمبر اینا مشورت کردن چه کار میشه کرد دیگه، یه شهر اینجوری ضد آدم، اونم همه ضد آدم، واقعش همه جور ضد. بناشد برن تو شیعه. شیعه یه جایی بود، یه کوهای پیدا کرده بودن، تا حالا هم هست شعب ابی طالب، اگر رفتی یه سفر مکه بیرید شیعه. یه کوه اینجاست، یه نصف کوه، یه نصف کوه اینجاست، یه نصف کوه هم اینجاست، یه دیوال هم که جلوش بکشن اینجا یه محوطه میشه، یه ساحه میشه، یعنی اینکه شب توش گرگ نمیاد دیگه، یه ساحه، بچهشون نمیره تو صحرا گم بشه، نه سختی، نه سردابی، نه اتاقی، نه آبی، نه توالتی، نه هیچی. اسمش شعر شعب ابی طالب. ابو طالب برداشت این عائله را، حدود 100 سال 50 نفر بودن، همه رفتن اینجا. حالا شما فکر اینه بکنید، هیچی هم نبود، چون همه دستگاهشون فی سبیل الله داده بودن، هیچ هم مال نبود. شبا سرمای مکه بالاست، روزا هم گرمای مکه، اینا روزا آفتاب میخوردن به حدی که صورتاشون پوس انداخته بود، شبا هم سرما میخوردن، سرمای مفصل، چون نداشتن، هیچی نداشتن، حتی نهار و شام نداشتن. یه دونه پیغمبر، یه دونه داماد کافر داشتن. این داماد دزدکی، خصوصی، خفیهی، گاهی وقتایی خورده خورما و آرد تحصیل میکرد، میورد واسه پیغمبر خفیهی، اینم نمیوردش تا خونه پیغمبر، یا رو شطور بارش میکرده این کار میکرد، یا خودش میورد و میگرده تو دوم میرفت. این نهار و شامشون بود، آبم نداشتن، آبم نیست دیگه. حالا شما حساب کنید آدم چجوری اینجوری زندگی میکنه. اینا پافشاری کرده بسن باشه موندن اونجا. مورخین نوشتن که خدیجه و پیغمبر فقط یک کوزه آب واسشون مونده بود، اونم آب شور، چون آب مکه که شیرین نیست، و یک دونه تخپوس، همین فقط. و روز و خدیجه از گشنگی اصلا مرد. چرا خدیجه مرد؟ از گشنگی مرد. مورخین نوشتن حضرت زهرا اینقدر ضعیف المزاج بودن، چون حضرت زهرا هم تربیت همین جا از شعب هستن، که مثل هوا باد سکون میداد حضرت زهرا، اینقدر اینا بیحال بودن. خوراک پیدا نمیشه، آب پیدا نمیشه، آب شور هم پیدا نمیشه. مورخین نوشتن اون روزی که این یک کوزه، یک سنگی پرید باد زد کوزه خدیجه را شکون، خدیجه و پیغمبر را. نوشتن خدیجه انقدر متأثر شد آب از کجا کجا بخورن اینا، که اگر این که صد دینارش در یه وقتی دیگه گم میشد انقدر متأثر نمیشد، خوزه کنم شد. وقت محل خطر، چون مشرکین اعلان کرده بودن پیغمبر باید کشت. تو روایات داره، تواریخ هم داره، که هر شب ابو طالب تا صبح نمیخواد بسیار حفاظت پیغمبر، و هر شب پیغمبر را 3-4 جوش پیغمبر عوض میکرد. یعنی اول شب پیغمبر اینجا میخوابید، بعد از 2 ساعت پیغمبر بیدار میکرد میبود اونجا میخوابید، بعد از 2 ساعت پیغمبر بیدار میکرد میبود اونجا میخوابید. چرا؟ نکنه یه مشرکی آمده جای پیغمبر تعیین کرده از روز، چون سخت که نبود دیگه، یا اول شب نصف شب بیدن پیغمبر رو بکشن. اینجوری اینا سموت کرد، اونم زنشون صمود کرد، بچهشون صمود کرد، استقرار پیدا کرد، استمرار پیدا کرد، استقامت پیدا کرد. پیرمردشون که ابو طالب باشه صمود کرد، نمیدونم جوونشون صمود کرد که علی ابن ابی طالب باشه، همشون گفتن همه خلاص خوبه. چون یه دونه علم میرفتن میکردن به مشرکین که ما به این دین مربوط نیستیم، گفت خلاص، حق رو برداشتیم.
اینا سمود کردن چقدر وقت خوبه اینجوری آدم بمونه؟ 3 سال! واقعش اینا اصلا تصور لازم داره که اینا چه آدمایی بودن اصلا؟ چجوری اینا روحیه داشتن؟ 3 سال اینجوری بود، روز و شب، 3 سال روزا آفتاب، شبا سرما، بی لحاف و پتو و بی آب و بی خوراک. اونم خوراک اینجوری، روزی یه خورما میخوردن، 2 خورما میخوردن. مگه آدم میتونه روزی یه خورما یا 2 خورما بخوره؟ از شعب میترسیدن در بیان، چون از این شعبه که در میمدن میزدن گردنشون را، اونجا زندگیم باید. بعدم اتفاق افتاد، خود مشرکین بینشون خلاف شد بعد از 3 سال که اینا گناه دارن. بابا آخر پیغمبرشون گناهکاره، ابو طالبشون گناهکاره، بچه هاشون گناه ندارن. خلاف شد بینشون با یه قصه تفصیلی، قصه موریونه و اینا، خصم ازشون مردش میشود. اگر ممکن بود خلاف بین مشرکین و زعمای قبائل و حکومت ارستقراطی اشرافی اون روز در مکه نمیشود، ممکن بود این قصه بمونه تا پیغمبر از دنیا بره. اونا بنا بودشن بمونن، اشکال نداره. اصلا معنای استقامت اینه، الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، معناش همین است. خدا بود استقامت هر چی میشه بشه. امام حسین نسخه جدید نیستن، امام حسین نسخه پیغمبرن. استقامت کردن تا بچه کوچیکشون کشته بشه بود. استقامت بود دیگه. یه عده از مورخین نوشتن روز عاشورا چند تا از بچهای امام حسین زیر سم اطفال شدن. استقامت همینه دیگه. یعنی استقامت همینه. راوی میگوید این که امام حسین را من دیدم هر کی ازشون کشته میشد صورتشون بازتر میشد و خوشحالتر بود. امام حسین تو میدونی صبر خدمت کرده، ادای وظیفه کرده. راست امام حسین به عاطفه انسانی فلان جا گریه کردن، اما این عینه این میمونه که اگر شما فرض کنید یک سرطان خفری تو دستتون باشه، بیان عملش بکنید، شما گریه میکنید اما خوشحالم هستید در عین حال، اشکاتون جاری میشه، اما در عین حال خوشحالی که الحمدلله از سرطان دارم خلاص میشم. امام حسین اینجوری بود، گریه میکردن. راسته به عاطفه انسانی، به الم، به درد، اما در عین حال راوی نوشته، مورخین همه نوشتن را تو مقتل، نوشته که امام حسین ندیدیم ما یه آدمی که آدماش هی کشته بشن هی این خوشحالتر باشه، صورتش بازتر بشه. میفهمید داره ادای خدمت میکنه دیگه. اونا هم عاقلا بودن حقیقتش. حالا یزید عاقل بود؟ قدام عاقله؟ یا قصدر عاقل بود؟ حالا این عاقل یا اون عاقل بود؟ باید حساب اینه که یه دونه آدم لعنت، فوح، آخرتش آتش، جهنم، عقرب، مار الالعبد، یه دونه آدم هم 2 سال زودتر کشته شده. حالا یه وقتی هارون جاهل، حقیقتا این رؤسا و زعما و ملوک یه مش جاهل اصلا، حقیقتا نمیشه به این دیوانه های تو کوچه ها گفت دیوانه، به اینا باید آدم بگه دیوانه. یه روز هارون جاهل حسین موسی بن جعفر عاقل تو زندان پیغام فرستاد که بیا تو اعتراف بکن که من گناهکارم، آزاد جمعان رو. موسی بن جعفر یه حرف خیلی قشنگ عجیبی بهش زدن. حضرت موسی بن جعفر به اون رسولش، به اون آینده گفتن برو به هارون بگو هر یک روز که از بلاء من میگذرد یک روز از نعمت تو گذشته، به عنقریب نعمت و بلای هر دومون خلاص میشه. نعمت های تو خلاص میشه، بلاهای منم خلاص میشه، یه جایی به همدیگه التقا میکنیم. یعنی چه؟ یعنی هارون مقرر است در واقع 5 سال آقایی کنه. خب یه روز روز داره خلاص میشه دیگه. موسی بن جعفر هم مقرر است فرض کنید 10 سال زندان باشه. خب یه روز روز داره خلاص میشه دیگه. یعنی مشکلی که دیروز موسی بن جعفر داشتن امروز خلاص شد. مشکل امروزه. امروز باید خلاص میشه. مشکل فرداست. فردا خلاص میشه. گفتن برو به هارون بگو هر روزی که از بلاء من میگذرد یه روزم از نعمت تو داره خلاص میشه. عن قریبم هر دوش خلاص میشه. به هم التقا میکنی. میرسیم به هم دیگه ببینیم تو گناهکار یا من گناهکار هستم. حالا هارون در بغداد امپراتور کارتر روز،
یک مورخینی نوشتن، حتی دیدم بعضی ایرانیان نوشتن این را، تعجب میکنم اینا چرا مطالعه نکردن. نوشتن عصر هارون عصر ذهبی بود، عصر طلا بود، سیاه ترین عصور عصر هارون. بعد اسمش گذاشت العصر الفخری، عصر زغال و سیاه تر از زغال. مراجعه تاریخ بکنید ببینید چه عصری داشته. یه آدمای فلان آدمه که فلان چیز گفته یا فلان کتاب زود میگه، آقا خودت برو مراجعه کن. ابن عثیر هست، طبری هست، صد تا تاریخ دیگه هست. ببین چجوری بوده عصر هارون. یه آدم کشه، زناکار، شرابخوار، فقر تو مملکتش بی حد. مورخین نوشتن 50,000 فقیر بود تو بغداد. اسمش آدم عصر طلاییه، 50,000 فقیر. وقت نوشتن همیشه بغداد توش جرائم بود، همیشه کثافت کاری بود. اسمش عصر ذهبی میشه، عصر طلایی میشه. اگر عصر طلاییه پس همه عصر طلایی. اون هارون جاهل با اون بغداد و امپراتوری رفت از بین، مورد لعنت. اون موسی بن جعفر تو زندان تنگ تاریک مرتوب از هر جا برید خب باهاست و همه قلبا دورش. چرا اینجوریه؟ چون اینا عاقل بودن، اینا میفهمیدن. اصلا انبیا و مصلحین اینا عقلا اینا هستن واقعا. یه روزی پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم یکی دیدن دیوانه تو کوچه داشت راه میره. به اصحابشون گفتن من هاذا این کیه؟ قالوا يا رسول الله انه مجنون دیوانه. پیغمبر گفتن انه ليس بمجنون و انما المجنون من يعص الله. گفتن این دیوانه نیست. یعنی دیوانگی میزانش نیست که آدم عقلش خورده کم و زیاد بشه. دیوانه اون است که با عقلی که داره معصیت خدا بکنه. این دیوانه. اصلا حقیقتا نمرود و ابراهیم دیگه. همین یه تاریخ بیاد. عیسی و هیردوس را بگیریم. هیردوس مقابل حضرت عیسی یه حاکم جلادی بود که حضرت عیسی را امر میکرد میوردن. چه حضرت عیسی را میبست امر میکرد یهود چک میزدن حضرت عیسی را. حالا هیردوس من یا عیسی من کدومشون مونده؟ ما اعتقادمون اینه همه تو آسمان حضرت عیسی. هر دوشون از دنیا رفتن، از این دنیا رفتن. بگوشون مردی که زن برای آسمان. اما بعد دید کدومشون جاهل بودن، کدومشون عاقل بودن. اول و آخر ما چیزی که محتاجیم استقامت. استقامت همیشه آدم پیش میبره. باید من با مسخره، من با اهانت، من با فحش، من با کشته شدن، من با شکنجه، من با همه اینا باید من. همین هم آخرش ناجح، همین هم آخرش پیش میبره، همین آخرش. در این رابطه این کار را ما اول چیزی که محتاجیم و آخر چیز استقامت. تصمیم لازم داره، بی ترسی لازم داره، راه دانستن لازم داره، ببینیم راه راست هر چی میخواد بشه. اگر واقعا اینجور تصمیم داشتیم میریم جلو. 1,000,000,000 مسلمان الان منتظر ما هست. 1,000,000,000. چون هر چی رئیس دیدن، شرابخوار، زناکار، فاحشه باز، زشت، نوکر، هر چی رئیس دادن اینجوری. 1,000,000,000 مسلمان منتظر ما هست. ما منتظر استقامت فمود پافشاری. پشت سر استقامت و فمود و پافشاری انتنصر الله ینصرکم و نسال الله التوفیق لما یحب و یرضی.